فراسوی فرهنگ رقابت. We've literally as a result transformed the conditions of our own existence on this planet. But we haven't yet adapted to these new conditions that we live in. And we urgently need to, because until we do, the scale of human suffering and the scale of ecological degradation on this planet will continue to increase. با درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدوارم در هفته گذشته روزهایی سرشار از موفقیت و سلامت رو تجربه کرده باشید. همراهان همیشگی ما اطلاع دارن که در این مجموعه به بررسی نظریات دانشمند و متفکر معاصر کانادایی پروفسور مایکل کارلبرگ میپردازیم که در یکی از کتابهاش به نام فراسوی فرهنگ رقابت مطرح کرده. کارلبرگ عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتنه و همونجا هم تدریس میکنه. در هفته های گذشته شما با بسیاری از این نظرات در مورد ماهیت رقابت و شکل های مختلف اون در عرصه مناسبات اجتماعی و همینطور جایگزین کردن رقابت با همیاری و تعاون برای بهبود روابط آشنا شدید. البته این امر ممکن نبود مگر با کمک دو تن از کارشناسان که میهمان برنامه ما بودند و امروز هم در استودیو حاضرند. جناب آقای مازیار فرح‌بخش، کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی، دانشپژوه علوم و مطالعات اجتماعی. دوستان خیلی خوش آمدید. ممنون، وقت همگیتون بخیر. ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. با تشکر از شما. دوستان، من آزاده جاوید میزبان شما در این برنامه هستم. لطفاً در ادامه با ما باشید. آقای فرح‌بخش، در چند جلسه اخیر در ارتباط با موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت، موضوع تجربیات جامعه بهایی مطرح شد که آقای کارلبرگ به عنوان یک نمونه اون رو در کتابش مطرح کرده بود. ممکنه این شبهه برای بعضیا پیش بیاد که موضوع رقابت ارتباط مستقیمی با مطالبی که درباره آیین بهایی طرح شد نداره. پاسخ شما به این شبهه چیه؟ خب ببینید، موضوع اصلی بحث ما فرهنگ رقابت بود. بعد این بحث پیش اومد که ایده های آیین بهایی میتونه جایگزین فرهنگ رقابت بشه. اما از همون اول هم این سوال همیشه تو اذهان مطرح بود که این ایده ها چطور میخواد محقق بشه. برای همینم ما بحثای چند جلسه اخیر رو به روش آیین بهایی در پیاده کردن این ایده ها اختصاص دادیم که هم لازم و ضروری بود، هم با بحث ما مرتبط بود. بله، بعضی از متفکرین یا ژورنالیست ها با همین روش آیین بهایی موافق نیستن. میگن که بهاییان امکان نداره بتونن ایده هاشون رو پیاده کنن مگه اینکه یک جنبش روشنفکری دینی در میان خودشون به وجود بیارن و در بعضی از روش هاشون تغییراتی ایجاد کنن، مثل همین دخالت در سیاست. مشخصا میخوام از یکی از مجریان و خبرنگاران رسانه بی بی سی نام ببرم، آقای عنایت فانی، که در مصاحبه با سخنگوی جامعه بهایی گفتن که بدون دخالت در سیاست و ورود به اون هیچ ایده‌ای نمیتونه محقق بشه و البته این رو به شکل یک پرسش مطرح کرد. بله خانم جاوید، در ادامه صحبتتون اتفاقا سال گذشته در انجمن دوستداران ادب و فرهنگ ایرانی که همه ساله توی شیکاگو برگزار میشه، آقای اسماعیل نوری علام همین موضوع رو مطرح کردن و حتی مدعی شدن که خیلی از باهایی ها هم به این نتیجه رسیدن که اینطور نمیشه پیش رفت و از جمله به همین موضوع اشاره کردن که اتفاقا باهاییان باید برای تغییر در سیاست دخالت بکنه. بله، متاسفانه برخی ایده های آیین بهایی به درستی درک نمیشه. مثلا همون برنامه بی بی سی، همون مجری واقعا مسلط و حرفه‌ای، مطلب دیگه هم عنوان کرد، گفت که وقتی بهاییان معتقدند که بهایی یعنی جامعه جمیع کمالات انسانی، یعنی اینکه بهایی ها به هیچ کس نیازی ندارن چون همه کمالات انسانی رو خب دارن،
در حالی که این عبارت معناش این نیست که همه بهائیان جامعه جمعی کمالات انسانی هستند. در واقع توصیه میکنه که بهائی‌ها باید بکوشن تا اینطور بشن، تا جامعه جمعی کمالات انسانی بشن. حتی تلویحاً معنای این بیان اینه که ممکنه افرادی باشن که به نام بهائی نباشند ولی مصداق این عبارت بتونن قرار بگیرن، چون بالاخره این هم از باورهای بهائی هست که بهائی رو به صفت میشناسن نه به اسم، و به خلق پی میبرن نه به جسم. اما خب چون کم راجبش بحث میشه این مطالب دیانت بهائی، حتی مجری با سابقه و مسلط و حرفه‌ای بی بی سی رو هم به اشتباه انداخته. و سوال ایشون در مورد دخالت در سیاست، جواب اون چیه؟ خب ببینید، از مشخصات بارز چنین تغییر رویه و دخالت در سیاست تشکیل حزبه. مثلا تصور بفرمایید یه حزبی به هر نام، نام دموکرات بهایی یا جمهوری بهایی یا هر چیز دیگه‌ای که بشه براش تصور کرد. خب بعدش باید چیکار کنیم؟ خب باید رقابت کرد، اونم خصمانه. ببینید، ما چندین جلسه تا حالا در مورد فرهنگ رقابت و مضراتش از دیدگاه آیین بهایی بحث کردیم. حالا آیین بهایی چطور میتونه تو سیاستی دخالت بکنه که ناگزیر و یک راست اونو میبره به قلب رقابت؟ نه فقط برای بهایی ها، بلکه برای تمام کسانی که ایده های مشابه با آیین بهایی دارند، یعنی مخالف روحیه رقابت طلبی خصمانه هستند. وارد شدن در سیاست و خیال و رؤیای مبارزه مستقیم با فرهنگ رقابت یک بازی باخت باخته. بله، اگه ببازن که خب باختن، اگر هم ببرند دیگه چیزی از آرمانشون باقی نذاشتن که بتونن پس از پیروزی بگن که به خاطر این آرمان جنگیدیم. آرمانی باقی نمونده. اونا اومده بودن تا رقابت خصمانه رو محو کنن، ولی از همون بعد و ورود به این رقابت اون آرمان رو قربانی کردن رفت. در واقع توی چنین حالتی جامعه بهایی هم تبدیل میشه به جزئی از همین فرهنگ رقابت، یعنی دقیقاً همون چیزی که نه برای خودش میخواست و نه برای هیچ کس دیگه. فرح‌بخش، ممکنه گفته بشه یه جوری در سیاست دخالت کنیم که مستلزم گرفتار شدن در دام رقابت خصمانه نباشه. خب این دقیقا همون کاریه که آیین بهایی پیشنهاد میکنه، خودش هم داره همین کار انجام میده. چطور؟ یه سیاست هست که منفعت طلبیه، توی این حیطه هیچ دولتی هیچ دوستی نداره، اونا فقط منافع دارند، با هیچ کس دوست نیستند مگر اینکه منافعشون رو تضمین و تأمین کنن. باید از اون منافع دفاع کنن به هر قیمتی. این میشه معنی مصطلح سیاست، و این دقیقا همون سیاستیه که گریبان بشر امروز رو گرفته، ول هم نمی کنه، و باز دقیقا همونیه که آیین بهایی هیچ میلی به دخالت در اون نداره، چون گریبان خودش هم میگیره. از طرف دیگه درسته که موضوع سیاست یه مسائلی مثل حاکمیت هست، دولت، قدرت، اقتدار، مشروعیت، اینا هست، ولی باید قبول کنیم که هدف نهایی سیاست بهبود زندگی مردم و سعادت اونهاست. یعنی باید باشه، یعنی اینطور باید باشه، سعادت همه مردم، نه فقط قشر خاصی و یا اگر بخواید جهانی فکر بکنید ملت خاصی. اینجاست که از نظر آیین بهایی سیاسی ترین کار در جهان توسعه پایداره، توسعه پایدار جوامع و ملت ها، و تو این سیاست هم دخالت کرده هم میکنه. فکر نکنید این کار ساده ایه، خیلی هم سخته، خیلی سخت‌تر از این که بریم توی خیابون و فریاد اعتراض بلند کنید، حتی خیلی خیلی سخت‌تر از انقلاب کردن. خب یه سال پیش میاد که جامعه بهایی چطور داره این کار را انجام میده؟ اول از همه باید توجه کنیم که جامعه بهایی با توجه به ملاک های قدرت، ملاک های معیاری که الان در مورد قدرت مطرحه توی دنیا، مثل ثروت یا جمعیت یا قدرت نظامی، قدرت علمی و دانشگاهی یا هر موقعیت استراتژیکی، اصولا با این معیارها جامعه بهایی یک جامعه قدرتمند محسوب نمیشه. نه ثروت زیادی داره، نه جمعیت زیادی داره، قدرت نظامی، هیچ کدوم از اینها رو به اون حدی که بشه بهش یک جامعه قدرتمند بگید نداره. برای همینم اقداماتش رو باید با توجه به امکاناتش بررسی کنید.
اما اقدامات این جامعه در دو بُعد، هم بُعد نظریه سازی و نظریه پردازی، در این بُعد اقدام به تهیه سندهایی کرده این جامعه که برای اصلاح عالم خیلی حیاتیه، مورد نیازه. بدون داشتن یک زیربنای فکری و تفکری صحیح و واقع گرایانه از تمامی عاملهایی که در توسعه پایدار جوامع دخالت دارند، نمیشه هیچ اقدامی رو تو این جهت به سامان برسونیم. بیانیه رفاه عالم انسانی، بیانیه ریشه‌کنی فقر، وعده صلح جهانی، تأملاتی درباره حکومت، اینها تنها نمونه هایی از این موارده که تلاش داره تا اون زیربناهای فکری رو ارائه بکنه و انشاءالله نهادینه کنه. و در صدر همه اینها باید این تفکر که انسان گرگ انسانه و دنیا عرصه جنگ همه علیه همه هست، نقد و بررسی بشه و انشاءالله کنار گذاشته بشه. نظریات شایع و رایجی که اساس تمدن فعلی رو پایه‌ریزی کردن. جامعه بهایی انصافاً در این زمینه کارهای مهم و جالب توجهی کرده. آقای فرح‌بخش، اینا که فرمودید از نظر نظری بود، خواستم ببینم از نظر عملی جامعه چه فعالیت‌هایی داشته. خب در بعد عملی هم جامعه بهایی خیلی پرکار و فراتر از امکانات و توانش حتی ظاهر شده. هزاران طرح کوچک و محلی توسعه اجتماعی و اقتصادی توی سراسر جهان توسط جامعه به مرحله اجرا در اومده و اکثر و اغلبش رو هم پیروان عادی این آیین به اجرا در آوردند. تنوع این اقدامات هم در نوع خودش جالبه. از درختکاری، تهیه سوخت از روغن نارگیل، تأسیس مدرسه، یاد دادن خوندن و نوشتن، واکسیناسیون رایگان توی مناطق محروم، کمک به زندانی‌ها برای اینکه زندگیشون رو تغییر بدن، آموزش کمک‌های اولیه به ماهیگیران برای اینکه ایمنیشون در دریا افزایش پیدا کنه، استفاده کردن از نمایشنامه برای اشاعه ترقیات زنان، اینها گوشه‌هایی از ابتکارات عمومی بهائیان در سراسر دنیاست که عرض کردم توسط بهائیان عادی، پیروان عادی به اجرا در میاد. البته میدونید که در چنین پروژه‌هایی هدف فراخوندن دیگران به آیین بهایی و یا تبلیغ این آیین و تغییر دادن اعتقادات مذهبی مخاطبین نیست. در واقع توی چنین پروژه‌هایی شدیداً و اکیداً دنبال کردن این اهداف ممنوع شده. این رو لازم به ذکر بود که من عرض کنم حتما که شبهه‌ای پیش نیاد. بله. از جمله اقدامات دیگه جامعه بهایی میشه از طرح‌های سواد آموزی در کشور اوگاندا نام برد، طرح غلبه بر کلمات در کولومبیا، تأسیس مدارس علمی توی کامبوج و تایلند، مدرسه سیتی مونتسوری در لاکنو هندوستان، عرض به حضورتون اجرای طرح‌های متنوع تعلیم و تربیت اخلاقی توی آفریقای جنوبی و حتی روسیه، آموزش صلح در بوسنی و هرزگوین و طرح‌های متعدد برای از بین بردن تعصبات، طرح‌های متعدد برای ترقی زنان. میتونیم از تأسیس مؤسسه توسعه بارلی برای زنان روستایی توی هند در ایالت مادیا پرادش هند نام ببریم و همینطور حتی توی ایالات متحده آمریکا مرکزی تأسیس کردن به نام مرکز عدالت طاهره. این کارش اینه که خدمات حقوقی، طبی و اجتماعی به زنای مهاجر و پناهنده ارائه میکنه. همینطور توی کشور فیجی طرحهای اجرا کردن با هدف کمک به جوامع ماهیگیری و حفظ آبسنگهای مرجانی اونها و در کشور چاد با هدف آموزش روشهای مستمر و پایدار پرورش ماهی و نهی استفاده از دینامیت برای کشتن و صید ماهی. همچنین طرحهای کشاورزی و از آن جمله طرح بسیار موفق باغداری جامعه در مغولستان. همچنین طرحهای بهداشتی از جمله برنامه‌ای برای مبارزه با کرم‌های نابینا کننده در کشور کامرون و طرحهای هنری و رسانه‌ای حتی مانند وارد ساختن ارزش‌های روحانی نظیر شهامت، وحدت، امانت و غیره در اجراعات هنری کودکان، اونم توی نیویورک،
و تأسیس یک شبکه رادیویی در اکوادور. اینها گوشه کمی از اقدامات جامعه بهایی بود در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف و محروم توی سراسر جهان. حتی ممکنه این جوامع محروم توی کشورهای پیشرفته باشن، کمان که ملاحظه کردید در آمریکا هم نمونه هایش رو ذکر کردم خدمتون. همینطور امروز ما حدود 40 سازمان بهایی توسعه توی سراسر جهان داریم، از اون جمله دانشگاه نور در کشور بولیوی از سال 1985، همینطور دانشگاه فوندایک در کولومبیا، یک مؤسسه توسعه عصر جدید توی هندوستان، در ماکائو بنیادی به نام بنیاد بدی و در زامبیا بنیاد ویلیام موتله ماستلا، که همه اینها وقف پیشرفت مردم این کشورها شدند. خیلی جالبه، ولی عجیبه که نامی از ایران در این فهرستا به چشم نمیخوره، با وجود اینکه یکی از پرجمعیت ترین جوامع بهائی در ایرانه. بله بله، متاسفانه هیچگاه به بهائیان ایران اجازه داده نشد که یک همچین اقداماتی رو برای هموطنان خودشون انجام بدن. به تلاش های این بهائیان در ایران برای یک همچین کارهایی همیشه با یک بدبینی، با یک سوءظن خیلی عمیق نگاه شده. شما خاطرتون هست توی خرداد سال 85 تعداد زیادی از جوانای باهایی رو در شیراز دستگیر کردن. چرا؟ چون برای سواد آموزی رفته بودن به محلات فقیرنشین خیلی محروم. اونا می رفتن اونجا خواندن و نوشتن و نقاشی و رعایت مسائل بهداشتی رو به اونها یاد بدن، کاری که بقیه همکیشانشون توی دیگر نقاط جهان برای مردم کشورهای دیگه انجام می دادن. همینطور شما توی مرداد 91 هم خاطرتون هست، اون موقعی که در آذربایجان زلزله اومد، بهائیانی که به همراه دیگر هموطنان خیرخواه خودشون رفته بودن تا به زلزله زدگان کمک بکنن، دستگیر شدن، زندانی شدن و عواقب دیگه‌ای که دامنگیرشون شد. مراجعه داوطلبانه بهائی‌ها توی ایران برای ارائه خدمات رایگان و اغلب مبتکرانه، چه به شیرخوارگاه‌ها، مراکز نگهداری کودکان، افراد عقب مونده و دیگر مراکز خدماتی، اغلب با طرد اونها روبرو بوده. حتی دیده شده مستند که به مراکزی از این قبیل هشدار داده بودند که نباید پذیرای بهائی‌ها باشند. بله درست آقای فرح بخش، ولی ممکنه این فعالیت‌ها در نظر بعضی‌ها خیلی خرد و کوچیک باشه. مبارزه با کرم‌های نابینا کننده در کامرون یا کمک به ماهیگیران چاد و تهیه سوخت از نارگیل، ممکنه بگن اینا برای حل مشکلات عظیم بشر ناکافیان. خب البته، ولی خب بعدش هم باید بگن پس چه چیزایی هستن که کافیان؟ ممکنه همه منتظر یک اقدام آنچنانی هن. خب اون اقدام بزرگ چیه؟ منتظر یه سنگ بزرگن که انقدر بزرگه که ممکنه هیچ وقت پرتاب نشه. پیش اومده که این اقدامای آنچنانی و بزرگ انجام میشه، ولی اینقدر شتاب زده است، اینقدر نسنجیده است که بعد آرزو میکنن ای کاش هیچ وقت انجام نشده بود. شما جنگ ویتنامو در نظر بگیرید، یک اقدام آنچنانی بود. یا چرا اینقدر دور بریم، همین حمله به افغانستان در چند سال پیش و حتی عراق، اینا اقدامای کوچیکی نبودن، اقدامای آنچنانی بودند، هم بزرگ بودند، هم ظاهرا برای تحقق هدفی بزرگ انجام شدند، اما نسنجیده بودند و شما عواقبش رو میبینید. به هر حال توی دنیای فعلی امید بیشتری به همگانی شدن اقدامات کوچک میره تا اینکه یک اقدام آنچنانی بزرگ، که البته اون هم باید در حد خودش پیگیری بشه. ولی اغلب ماها توی اقدامات بزرگ نقشی نداریم، اما اقدامات کوچک رو هممون میتونیم انجام بدیم. پس میفرمایید که جامعه باهایی با این اقداماتش داره سعی میکنه همه افراد رو در سازندگی شرکت بده. به هر حال توی دنیای فعلی به همگانی شدن اقدامات کوچیک امید بیشتری میره، چون اغلب ماها توی اقدامات بزرگ نقشی نداریم، اما اقدامات کوچیک رو هممون میتونیم در واقع درش دخالت کنیم و انجامشون بدیم. البته فراموش نکنیم که جامعه باهایی در سطح جهانی اون بخش از اقداماتو که ممکنه اقدامات کلان بشه اسمشو گذاشت رو در سطح جامعه بین المللی کاملا پیگیری میکنه و نقش مهمی رو هم توی اون زمینه ایفا میکنه.
دوستان، برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقابت به پایان رسید. هفته آینده آخرین بخش از این مجموعه رو خواهید شنید. لطفاً ما رو از نظرات و انتقاداتتون محروم نکنید. صفحه فیسبوک ما آماده دریافت پیشنهادات شماست. با سپاس از آقای مازیار فرح‌بخش و خانم سارا حامدی. خیلی ممنون. تشکر میکنم از شما. ممنون از شما. تا بعد، بدرود.